به ادامه برنامه چاردیوالی از شبکه جهانی آریانا خوش آمدین. بیننده ارجمند ممنون و مشکورتان هستیم که تا این دم با ما همراه بودین. میریم به طرف مهمان بعدی و سر میزنیم به جرمنی یا احوال یکی از همکاران دیگر خود را، همکاران سابق خود را میگیریم در مسلکی که ما کار کردیم. ایشان هم چندین سال کار کرد و بالاخره رخت سفر بست و رفت طرف جرمنی و حالا در جرمنی زندگی میکنه. بانو ختیجه سادات، خبرنگار. ختیجه جان سلام بر شما. سلام بر شما آقای استی، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ تشکر، سلامت باشین. طرف های شما خیرتی است؟ شما خوب هستین؟ بدوای شما بله سلامتی. یک سلام به شما و به تمام بیننده های عزیز کمیل از طریق برنامه شما ما را میبینه. آرزو میکنم همگی صحتمند باشین. و علیکم سلام، تشکر از شما. چطور قرنطین چطور میگذره؟ به خدا آسفی صاحب، اینجا قرنطین 100% نبود و یک هفته است که بیخی و تمام مغازه ها باز شده و قرنطین از بین رفته، تمام مردم بیرون میرن نرمال بسم عادی روزای عادی. یعنی هیچ دیگه قرنطین اونجا مطرح نبود؟ یعنی مردم رعایت کرد، کنترل کردن، مدیریت کردن؟ ابتدا اینا بسیار خوب کنترل کردن. در ابتدا بود قرنطین بود، 100% نبود. بله. بیرون به خاطر کار ضروری همگی میرفتن، دو نفر اجازه بود، مشکل نبود. اما قرنطین 100% مثل که در افغانستان گرفتن و در بعضی کشورهایی که موضوعات کرونا بسیار زیاد بود قسم نی. خب. و یک هفته میشه که کاملا در شهر که ما فعلا زندگی میکنیم شهر دوسلدورف است بیخی نرمال شده، همگی نرمال بیرون میرن، هیچ گپ نیست. شما زیاد شوق جرمنی و خارج رفتن نداشتین، بالاخره رفتی دیگه؟ نی به خدا، برعکس. همه گیم بیره میگن من بسیار شه علاقه من در بیرون رفتن از افغانستان به هیچ عنوان نبودم. خیلی چرا رفتیم؟ ما عروسی کدم قسمت و نصیب شوارم در اینجا زندگی میکنه و من مجبور شدم بخاطر شوارم اینجا بیرم. از صفر اگر آغاز بکنی بانو، گرچه ما میشناسیم شما را، اگر بیننده های ارجمند ما بهتر شما را بشناسه که در کجا شما تولد شده، صنف اول الی شش، شش الی دوازده، تحصیلات عالی را در کجا به پای اکمال رساندین؟ آسفی صاحب، من در شهر کابل به دنیا آمدیم. از صنف اول تا صنف شش در مکتب سردار کابلی در دارالامان درس خواندیم و از شش تا صنف دوازده در لیسه رابعه بلخی و در یک از پنتونهای شخصی رشته حقوق خلاص کردیم و همچنان به مدت شش ماه در دفتر نعمت کننده رسانه های آزاد ما شش ماه ژورنالیست آموزش دیدیم. من نفهم چرا زبانم بد میشه. و اما قدر و بعد گویندگی را، در بخش گویندگی هم دانش کافی یا دانش لازم را کسب کردین، فنش آموختین یا نه هم استعداد ذاتی و فطری که داشتین رفتین طرف رسانه کار را آغاز کردین؟ به خدا ما در رشته ژورنالیسم مکمل درس نخواندیم. من تقریبا از صنف ده مکتب در رسانه‌های تصویری افغانستان فعالیت داشتم که به تشویق فامیلم و دوستایم و به گفته شما نمیفهمم، نمیخوام خود تعریف کنم اما قدر استعداد که داشتیم اما طور تایی لحظه دکه. اولین برنامه که شما پیش بردین رسمی البته و اولین رسانه که شما دو کار کردین کجا بود؟ چه زمانی بود؟ اولین رسانه که ما دو کار کردیم یکی از تلویزیون‌های خصوصی بود که نامش اجازه است بگیرم؟ نه نامش نگی، باز مارکتینگ میشه. درسته، یکی از تلویزیون‌های خصوصی ما یک برنامه موسیقی داشتم، یک برنامه موسیقی بود که پیش می‌بردم دیگه تقریبا ده سال پیش. و چند سال کار کردین در رسانه؟ در رسانه ما تقریبا ده سال در رسانه‌های تصویری افغانستان کار کردیم. پشت در رادیو بودم، تصویر صوتی. بسیار خوب. پشت کار کردن در رادیو، در تلویزیون در افغانستان دق نیاوردی؟ چون معمولا کسایی که مشهور هستن، محبوب هستن یا تا حد بیشتر مطرح میشه در بین مردم افغانستان، اونا وقتی به کشورهای دیگر برند در اونجا اکثر مردم یا اکثر افغان ها اونجا نیستن و شناخت کمتر میباشه. آدم پیش خود یک رقم کم میه که چرا ما اومدم در اونجا، عزت، آبرو، احترام، شهرت، محبوبیت بود، مطرح بودم، حداقل یک چهار نفر سلام ما را والیک میگرفت. اینجا خو هیچ کس سلام ما را والیک نمیگیره. به خدا من واقعا یکی از رویاهای من بود که من در رسانه کار بکنم و به مردم خود خدمت بکنم. واقعا از خاطرکی بسیار علاقه داشتم. من واقعا پشت کارهای رسانه دق شدیم، پشت مردم خود دق شدیم، پشت فضای افغانستان. ما هر قدر در هر کشور پیشرفتی که باشیم مقایسفی به مو افغانستان خود ما نمیرسه، گرچه از لحاظ اهمیت بسیار مشکلات هست. ما شما زیادتر از سالهای زندگی خود در افغانستان مسافری کردیم اما واقعا من به هیچ عنوان اینجا خوش نیستم و من
افتخار میکنم که من افغانستان اومدم و افغانستان زندگی میکردم. من به خدا شوقی نامدیم، ما عروسی کردیم، شوهرم اینجا زیاد سالاست که زندگی میکنه و اینجا کاربار دارن، به خاطر شوهرم من مجبور استم در اینجا باش. اونجا شما چی کار میکنین در جرمنی؟ آیا زمینه برازی مساعد است برای شما که در کدام رسانه به عنوان گوینده یا گرداننده کار کنین؟ تلاش کردین یا نه؟ فعلا آسیفی صاحب، من 2 سال است که در آلمان آمدیم، 3 سال است از افغانستان دور است، 1 سال در هند به خاطر کارایی بودم. من فعلا فقط زبان میخوانم، به خاطر که زبان آلمانی بسیار زیاد سخت است، باید سر زبان بسیار زیاد آدم کار بکنه، تقریبا 1 سال باید سر زبان کار بکنی، برام اگر بسیار کوشش بکنی که در 1 سال بتانی که معیارهای کینا دارن و مو معیارها برستی. به این خاطر تا حالا اصلا کوشش نکردیم و رسانه اینجا بسیار زیاد وقت کار داره که آدم باید از صفر شروع بکنه و بسیار زبان آدم مکمل باشه که بتانی در رسانه اینجا کار بکنی. در رسانه اینجا بسیار سخت است کار کردن. چرا زبان آلمانی در خود کابل در اینستیتوتی که هست پهلوی سفارت آلمان در اونجا چرا نیاموختی نرفتی؟ فکر کنم 6 ماست. بله اونجا بود آسفی صاحب، مو وقتی که من عروسی کردم با شوهرم میخواستم که من کورس برم، متاسفانه مو سفارت آلمان سر شمله صورت گرفت، نشد که من در اوج زبان بخوانم. به این خاطر من تقریبا مدت 8 ماه من در این بودم به خاطر درس خواندن، و بعد از 8 ماه وقتی که من درس خواندم امتحان دادم در سفارت آلمان کارایم شد و من آمدم فیلن آلمان. تفاوت‌های زندگی کابل با جرمنی یا در شهری که شما زندگی میکنین چقدر هست؟ چی چیز برای زیاد جالب است؟ چی چیز وقتی تازه رفتی به آلمان نو بود؟ چی چیز خوشت آمد؟ چی چیز خوشت نیامد؟ و نادم شدی، پشیمان شدی که کاش اینجا می بود در جرمنی، همون فضایی که در کابل یا در افغانستان است؟ از لحاظ تفاوت خب 100% تفاوت بسیار زیاد است. از لحاظ زندگی کردن در افغانستان و در آلمان از هر لحاظ بسیار تفاوت ها هست، اما وقتی که آدم در جایی که زادگاه آدم است و در جایی که آدم به دنیا می آید، هیچ وقته ولو که در هر جای مقبول و از هر لحاظ امکانات هم برات باشن، نمیتونی با جایی که به دنیا آمدی مقایسه بکنی و بگویی که من کاش که قدر سالهای زندگی خودم در اینجا زندگی میکردم. صحیح است که در آلمان زمینه پیشرفت بر جوان ها بسیار زیاد است، بسیار زیاد بر خانم ها زمینه زیاد است بر درس خواندن، بر از هر لحاظ بر خانم ها حقوق زیاد در اینجا قائل هستند، اما باز هم بر افغانستان نمیرسد. و شما اونجا فعلا دیگه کار نمیکنین؟ جای وظیفه هم ندارین؟ نخیر، من فعلا فقط درس می خونم در اینجا و جای کار نمی کنم، تنها شوهرم. زبان آلمانی را فرا گرفتین که بیاموزین؟ بله، من تقریبا 5 ماه که صنف میرم کورس آلمانی میرم، دیگه اینا قرنطینه هم 3 ماه کورس ها به طبیق افتیده بود، اینا بخیر باز از ماه بعدی شروع می شده که باز هم درس می خونم. از قرنطینه یاد کردین، چقدر رعایت میشه قرنطینه؟ یعنی مردم واقعا به گپ مسئولین خود میکنه؟ در شهر که شما در زندگی میکنین، دوسلدورف گفتین اگر اشتباه نکنم، چقدر همی فرهنگ رعایت شده؟ مردم همکار حکومت خود هستن؟ از دستکش استفاده میکنه؟ از ماسک استفاده میکنه؟ یا بیرون که مبرای فاصله 1.5 متری یا 2 متری را رعایت میکنه؟ مورد دیگه که مطرح است؟ یگانه برد که کشور آلمان داره قانون خود بسیار خوب سر مردم خود تطبیق میکنه و مردم بسیار خوب با دولت خود همکار هستند. آسیفی صاحب، در ابتدا که موضوع کرونا در آلمان هم زیاد شده بود و یگانه برد که اینا موضوع کرونا را کاهش دادن و همی همکاری مردم با حکومتش بود، مردم بسیار خوب رعایت میکنن. وقتی که امی آلام که همگی آزاد شده قرنطین بیرون میره، ماسک و دستکش 100% استفاده میکنن و اون فاصله ای که باید در نظر داشته باشن در نظر میگیرن، بسیار زیاد خوب رعایت میکنن. شما زبان انگلیسی رو یاد گرفتین؟ زبان انگلیسی خوش، شما استاد ما بودین. بله من به خاطر گفتم غیر از تلویزیون در کدام جای دیدیم خودتا؟ نه، من یک وقت باید به دوستا یاد بکنم. واسه که من یک وقت در یکی از کورسای خصوصی من ای فامال نامش است، در بعض رسانه آدم اجازه نداره بس فکتور خیر نام کورس رو بگیرین، مشکل نیست. در کورس جهاد دانش من شاگرد شما بودم و همیشه به شوهرم یاد میکنم که آسیفی صاحب استاد من بود و من اولین بار که صنف انگلیسی رو شروع کردم پیش شما شروع کردم. در کدام لول شاگرد من بودین؟ لول 2 بود یا 3 بود؟ لول اول بود. خواه خواه، باز تکمیل کردی تا آخر از ادوانس 2 فارغ شدی یا نیم؟
دو کورس باز مکمل ادامه ندادم. شما فکر میکنم رفتیم بله. و مصطفا دقیق یادم نیست، مصطفا فکر میکنم که باز کدام استاد دیگه آمد و گدودی شد، باز نتانستم ادامه بتون، باز دیگه جا ادامه دادم. بله من چی ده انگلیسی ده ادامه شد باز وقتی که در یکی از تلویزیون‌های خصوصی رفتم، باز در یکی از پنتونای بیخی خصوصی شد، یکی از پنتونای خصوصی ادامه دادم مثلا. تشکر ختیجه جان، موفق باشی، افتخار ماستی، هر جای باشی سربلند و با عزت باشی. اگر پیام داشته باشی به مردم افغانستان از طریق برنامه خودم چهار دیوالی تلویزیون آریانا میتونی آزادانه بیان بکنی. قربان شما بسیار مهربان هستین، لطف کردین که یاد از ما کردین، بسیار تشکر. ما بسیار معذرت میخوام، پیشتان کم و در خلافم شدم. پیام ما به تمام دوستای ما ای است که امین قرنطینه در نظر بگیرن و واقعا ما وقت ویدیوها را میبینم از طریق برنامه شما، یک برنامه است از گزارش آقای امویون میبینم. بله. ما همیشه او برنامه را تعقیب میکنیم، همه گیده اینجا میبینن بسیار زیاد. تمام برنامه های تلویزیون آریانا دیدنی است و تمام برنامه شما بسیار زیاد دوست دارم و یگانه خواست ما بود که در آریانا یک وقت کار بکنم، اما امتحان دادم متاسفانه نشد. بیا خیر باشه، انشالله در آینده بخیر. انشالله افتخار میکنم به شما که در این حالت واقعا بسیار دشوار است شما کار میکنین و تمام همکارای شما و به تمام ملت افغانستان آرزو میکنم از این بلای به نام کرونا همگی در همان باشند و همگی شما صحتمند باشین. آرزوی صحتمندی تمام شما را. خداوند یار نگهدارت ختیجه جان، خداحافظ. قربان شما، وقت شما باشه. بخیر باشید، تشکر. بانو ختیجه سادات خبرنگار در جرمنی، صحبت های خودمانی با ایشان داشتیم. میان برنامه کوتاه و پس از او با مهمان دیگر.